بخش از آموزش میخوایم در مورد سمت و جهت حرف بزنیم، اینکه سمت ها و جهت ها در زبان استانبولی چگونه استفاده میشه و به چه شکل هستن. در بخش اول در مورد سمت و سو حرف میخوایم حرف بزنیم. کلمات رو اول معانیش رو میگیم، بعد میریم سراغ چند تا مثال. در مرحله اول کلمه آرکا، لغت اول آرکا. آرکا به معنای پشت هست، پشت، پشت سر. آرکا یعنی پشت، پشت سر. آرکا. کلمه دوم آرا. آرا یعنی بین دو چیز، بین چیزها، وسط، بین، میان. آرا یعنی بین، میان، وسط. آرا. یان بخشید. یان به معنای کنار یا بغل چیزی. یان به معنای کنار یا بغل چیزی رو میگن. ایچ. ایچ به معنای داخل، درون، تو. ایچ به معنای داخل، درون، تو. اوست به معنای بالا، بالای چیزی. اوست به معنای بالای چیزی. اون یا کارشه به معنای روبروی چیزی، جلوی چیزی. اون یا کارشه. اون یا کارشه هر دوتاش به معنای روبروی چیزی یا جلوی چیزی. آلت به معنای پایین یا زیر چیزی. آلت به معنای پایین چیزی یا زیر چیزی، زیر. خب بریم دنبال چند تا مثال بزنیم براتون. مثلا مثال اول گفته ساندالیه ماسانن آرکاسندا. ساندالیه ماسانن آرکاسندا. ساندالیه همون صندلی میشه، ماسا هم یعنی میز، آرکا هم که گفتیم یعنی پشت. میگه ساندالیه ماسانن آرکاسندا، صندلی پشت میز هست. صندلی پشت میز هست. یا مثال دوم کالم دفترین آراسندا. کالم دفترین آراسندا. کالم همون قلم یا مداد، خودکار. دفتر همون دفتر هست. آرا هم که گفتیم یعنی بین چیزی، میان. کالم دفترین آراسندا میگه مداد یا قلم بین یا وسط دفتر است، بین دفتر است. مثال سوم گفته کپک ماسانن یانندا. کپک ماسانن یانندا. کپک به معنای سگ هست. کپک یعنی سگ. مثال مهم و پرکاربردیه کپک. ماسا هم که گفتیم یعنی میز. یان هم یعنی کنار یا بغل چیزی. میگه کپک ماسانن یانندا، میگه سگ کنار میز است یا بغل میز است. سگ کنار میز هست. مثال بعدی گفته وازو کتبخانه‌نین ایچینده. وازو کتبخانه‌نین ایچینده. وازو به معنای گلدان هست. وازو که از کلمه انگلیسیش گرفته شده. وازو یعنی گلدان. کتبخانه یعنی کتابخونه. ایچ هم که گفتیم یعنی درون، داخل چیزی، تو. وازو کتبخانه‌نین ایچینده، میگه گلدان داخل کتابخونه است. منظور کمدهای کتابخونه که منظورش این گلدون روی تاخچه یا داخل اون مجموعه کتابخونه است. میگه گلدان داخل کتابخانه است. مثال بعدی گفته بالک آکواریومو ماسانن üstün önünde. بالک آکواریومو ماسانن önünde. میگه آکواریوم ماهی جلو یا روبروی میز هست. بالک آکواریوم ماسانن önünde یعنی آکواریوم ماهی جلو یا روبروی میز هست. بالک یعنی ماهی. آکواریوم هم که معلومه معنیش آکواریوم. اون هم که گفتیم یعنی روبرو، مقابل. مثال بعدی گفته توپ آرابانن آلتندا. توپ آرابانن آلتندا. توپ همون توپ هست. آرابا
از شکل قدیمی عرابه گرفته شده، منتها به شکل امروزی، یعنی ماشین، اتومبیل، خودرو. آلت هم گفتیم یعنی به معنای زیر هست، زیر چیزی، پایین چیزی. توپ آرابانن آلتندا، یعنی توپ زیر ماشین هست، توپ زیر ماشین هست. مثال بعدی گفته آیاکابه توالتین önünde، آیاکابه توالتین önünde. میگه کفش روبرو یا در روبروی توالت است، کفش روبروی توالت است. آیاکابه به معنی کفش است، از دو بخش تشکیل شده. قسمت اولش کلمه آیاک هست، آیاک به معنای پا هست، آیاک در ترکی به معنای پا هست. بخش دوم یعنی کاب به معنای قاب هست، قاب یا جعبه چیزی، قاب، که از کلمه فارسی گرفته شده. آیاک کاب تحت لفظش میشه جعبه کفش یا قاب کفش، که در واقع به معنای کفش هست، معادل کفش رو میده. آیاک کاب یعنی معادل کفش هست. توالت هم که معلومه، اون هم که گفتیم یعنی مقابل، روبرو. مثال بعدی گفته پارا جوزدانن ایچینده، پارا جوزدانن ایچینده. پارا به معنای پول هست، پارا به معنای پول هست. جوزدان یعنی کیف پول، جوزدان یعنی کیف پول. ایچ به معنای داخل یا تو. پارا جوزدانن ایچینده، میگه پول داخل کیف پول هست یا توی کیف پول هست. مثال بعدی گفته آینا ماسانن üstünde، آینا ماسانن üstünde. آینا به معنای آینه هست، آینا در واقع از کلمه فارسی آینه گرفته شده. ماسا هم یعنی میز، üst هم یعنی بالای چیزی، روی چیزی. üst یعنی بالای، رو. آینا ماسانن üstünde یعنی آینه روی میز هست، آینه روی میز هست. مثال دیگه گفته البیسلر دولابن ایچینده، البیسلر دولابن ایچینده. البیسه در واقع از ریشه عربی داره، از کلمه البسه گرفته شده به معنای لباس، پوشاک یا پوشش. البیسلر، لر هم نشانه جمع هست، البیسلر به معنای لباس ها. البیسلر دولابن، دولاب به معنای کمد هست، دولاب به معنای کمد هست، دولاب. میگه البیسلر دولابن ایچینده، ایچ هم که گفتیم یعنی داخل تو. میگه لباس ها داخل کمد هستن، لباس ها داخل کمد هستن. البیسلر دولابن ایچینده. خب کلمات مهم دوباره بگیم. آرکا به معنای پشت، پشت سر چیزی. آرا یعنی میان، وسط چیزی. یان یعنی کنار چیزی، بغل چیزی. ایچ یعنی داخل، تو، درون. üst یعنی بالای چیزی یا روی چیزی. اون یا کارشه هر دوتاش مترادف هستن، به معنای روبروی چیزی، مقابل چیزی. آلت به معنای زیر چیزی، پایین چیزی. خب پس این میشه در واقع سمت‌ها و جهت‌های در زبان ترکی که مثال هم زدیم. بخوایم کلمات مهم مثال ها هم بزنیم، ساندالی که شد صندلی، کپک شد سگ، وازو شد گلدان، بالک آکواریوم شد آکواریوم ماهی، آرابا شد ماشین، آیاکاب شد کفش، جوزدان شد کیف پول، پارا پول به معنای پول هست، آینه هم همون آینه، البیسلر به معنای البیسه به معنای لباس، و دولاب به معنای کمد هست.